اکنون باید چه کار بکنیم، الان چه باید کرد؟ خب این من معتقدم اولا که یه مبارزه دراز مدته، یعنی ما نباید فکر کنیم که این موضوع به این یعنی به این زودی ها مثلا تمام میشه. یک روز، دو روز، یک هفته. بله، این واقعا باید یک مبارزه دراز مدت ببینیم و به دنبال بسیج دنیای اسلام باشیم. واقعا الان در دنیای اسلام داوطلبان بسیار زیادی هستن که آمادگی کمک به لبنان و حماس و اینها رو دارن، منهای عراق و یمن و ایران، در اردن مثلا شما داوطلبان خیلی زیادی دارید، در مصر زیاد دارید، در تونس، در مراکش، در ترکیه، جاهای دیگه. منتها خب دولت‌های اینا مانع هستن، یعنی فعلی بهشون میدون نمیدن. بالاخره کار به جایی خواهد رسید انشالله که همین جوانها بالاخره به دولت‌هاشون فشار میارن و اگر واقعا یه جنگ تمام عیاری رخ بده، اینا حاضرن بیان وارد میدان بشن و ما بعد کار رو به اون سمت بکشونیم، یعنی به سمت بسیج دنیای اسلام، همونطور که در این پیام رهبر انقلاب که تقریبا در واقع صدور یه حکم بود، صدور یه فتوا بود،